أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس باءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لَيْسُ سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ دَرْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ به کفر و عنادشون اصرار دارن. قرآن کریم فرمود اینها هر جا باشن ذلیلن، ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفوا. این ثقافت به معنای مطلق گرفتن و اخذ نیست، بلکه اون گرفتن و آگاهی با دقت است که از این جهت مسائل عمیق فرهنگی و تمدن به صورت ثقافت یاد می شود، چون در قرآن کریم این ثقافت در مقابل اخذ و امساک قرار گرفت. فرمود بعد از ثقافت اینها را بگیرید، یعنی وقتی که اینها مورد ثقافت شما قرار گرفتند اینها را بگیرید. در مواردی که اینها مقابل هم قرار گرفتند معلوم می شود که به یک معنا نیستند. آیه 61 سوره احزاب این است که ملعونین اینما ثقفوا اخذوا. هر جا که با اطلاع دقیق به اونها دسترسی پیدا کردید اونها رو بگیرید، یا هر جا که اونها مورد شناسایی قرار گرفتن اخذ می شود. چه اینکه در سوره انفال هم مشابه این آمده است. آیه 57 سوره انفال است که فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم. اگر آگاهی پیدا کردید بر دشمنانتون در جبهه جنگ، اونها را تشرید کنید، متفرق کنید، به اصطلاح تارومار کنید. چون که در سوره نساء 91 هم آمده است که خذوهم و قتلوهم حیث ثقفتموهم. اونجایی که اینها با ثقافت شما و پوشش اطلاعاتی شما به دست شما آمدن اونها را بگیرید و از بین ببرید، که خذوهم و قتلوهم حیث ثقفتموهم. پس ثقافت مطلق اخذ نیست، به قرینه تقابلی که بین اخذ و ثقافت به کار رفت. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا، یعنی هر جا که با اطلاعات و پوشش دقیق مورد شناسایی شما شدن ذلیلن، مگر اینکه اینها به حبل خدا و حبل مردم معتصم باشه. مطلب دیگر آن است که این که فرمود الا به حبل من الله و حبل من الناس، چرا به او یاد نکرد؟ نفرمود الا به حبل من الله او حبل من الناس، و چرا به واو ذکر؟ آیا در مقابل حبل خدا حبل مردمی هم هست یا نه؟ اگر در مقابل اون دستاویز الهی دستاویز مردمی هم بود به او یاد می شود که یا حبل الله هست یا حبل الناس. حبل مردمی در مقابل حبل خدا نیست، بلکه در تل و حبل خداست. این دوتایی باید با هم باشن. پس او ذکر نشد، واو ذکر شد، برای آن است که اینها رو در روی هم نیستن که هر کدام مستقل باشد، بلکه با هم هم. این یک مطلب. حالا که با هم هم حبل الله و حبل الناس در عرض هم دو جزء همسان یک مجموعه، یا یکی اصل است و دیگری فرق، یعنی این دو جزء هیچ تمایزی بین اونها نیست، یا یکی اصل است و دیگری در سایه او اثر میکند. برابر اون روایتی که حبل من الناس
به ولایت تفسیر شد، این حکمش مشخص است که این برمیگردد به اون حبل الله، چون بعضی روایات دارد که منظور از حبل من الناس همون ولای علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و اگر چنون که به اون بر نگردد، نظیر این امانهایی که در جبهه های جنگ یک واحد نظامی نسبت به دیگران روا می دارد، این هم زیر پوشش حبل الهی است. بیان ذالک این است که اهل کتاب یا مسلمان می شوند که موضوعا و تخصصا خارج است، یا با حفظ اهل کتاب جزیه می پذیرند، این میشه حبل الله، یا در صحنه پیکار یک واحد نظامی در جنگ اونها را امان می دهد که یسعا به ذمتهم ادناهم، این میشه حبل من الناس. چون المسلمون و اخوه که شبیه همان هم یدن علی من سواهم تتکاف او دماؤهم یسعا به ذمتهم ادناهم، به همین معنا بود، یعنی یک واحد نظامی اگر یک کافری را در جنگ امان داد، دیگران باید کوشش کنند، سعی کنند که به امان این عمل کنند، به احترام بگذارند. خب در این گونه از موارد که حبل ناس است، زیر پوشش اون حبل الله است، یعنی یک مسلمان به استناد دستورات الهی با استفاده از قوانین دینی میتواند یک غیر مسلمان را پناه بدهد، این گونه از موارد استثناء شده. شاهد این که این حبل من الناس در مقابل حبل من الله نیست، این است که به آو عط نشد به واب عط شد، و شاهدش این است که در قرآن کریم به همه این خطوط جزئی سلسله اصولی قرار دارد که اشراف دارد. در قرآن قد یک حبل را منشأ نجاس می داند، چون که در دو مورد همین سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، یکی این بود که من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، یکی هم این بود که یعتصم به حبل الله جمیعا که در همین سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت. آیه حدوثه سوره آل عمران این بود که وعتصمو به حبل الله جمیعا، دیگر این چی نیست که وعتصمو به حبل الله و حبل من الناس، دیگر ممکن نیست ناس در مقابل مردم قرار بگیرد، چون که در آیات قبلم سخن این بود که من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. دو حبل از در قرآن شناخته نشد که دو منشأ باشد، یکی آیه 101 است، یکی هم آیه 103. در بخشی از آیات قرآن کریم حضور مردم را با عنایت خدا در کنار هم ذکر کرد، فرمود به این که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی پیامبرا خدا و مؤمنین کافیه، نیازی به دیگران نیست، حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و مردم با ایمان. این ظاهر آیه، این ظاهر آیه مهم آن است که اون چه که مایه نجات و سعادت است حضور مردم است و عنایت خدا، و این با توحید سازگار نیست، لذا احتمال داده شد که این کلمه حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، این من اعتبر کاف خطاب باشد، یعنی رسول من تو و مؤمنین که فعلا در زحمتید خدا برای هر دوی شما کافی است. یا ایها النبی حسبک و حسب من تبعک من المؤمنین الله، یعنی الله کافی است، الیس الله بکاف عبده، نه این که برای تو خدا و مؤمنین کافیه، بلکه خدا برای تو و مؤمنین کافی است، که حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، یعنی حسبک و حسب المؤمنین الله. شاهد این معنا آن است که در بخش های دیگر قرآن
ذات اقدس اله اون توحید را تبیین میکند. میفرماید به این که اگر نصرتی از مردم به تو رسیده است، مردم سپاه و ستاد حق هم. همونطوری که کمک غیبی مال خداست نه روی تصادف، کمک مردمی هم مال خداست نه مال مردم، چون مردم سربازان الهی هست. فمو هو الذی ایدک به نصرهی و به المؤمنی، اوست که تو را از راه جیب کمک کرد و اوست که دلهای مردم را به سمت تو گرایش داد، نه اینکه خدا و خلق خدا. خلق خدا جز جنود الهی هست. لله جنود و سماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. بعضی از جنود مربوط به نشأه غیب هست، مثل فرشتگانی که نازل می شود. بعضی از جنود مال نشأه شهادت هم، مثل همین مردمی که در صحنه حاضرند. اینها سربازان الهی هست. اینها قلبشون به دست احدی نیست، نه به دست خودشون هست نه به دست دیگری، فقط به دست ذات اقدس اله هست. لذا خلیل الرحمن صلوات الله علیه عرض کرد فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای گروهی از مردم را به سمت اینها متمایل بکن. دیگر نمی شود گفت خدا شریکی دارد، و انزل الله خدا و خلق خدا، خدا و بندگان خدا، این چنین نیست. اگر هو الاول است و هو الاخر، باید گفت که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اوست که با کمک غیبی و کمک حسی از شهادت و غیب به سود تو فیض فرستاده است. خب از دیگر کسی به خودش اجازه نمیدهد که بگوید به نام خدا و خلق خدا، یا به نام خدا و ملائکه خدا، یا به نام خدا و مردم با ایمان، یا خدا و مردم، این چنین نیست. اگر خداست هو الاولیست که هو الاخر است، و غیر خدا هر که هست و هر چه هست ستاد و سپاه حقم، اوست که به وسیله مردم یا کمک‌های غیبی کسی را از یاری برخوردار میکنند. این چنین نیست که دو تا حبل در عالم باشد. لذا در آیه 101 و 103 همین سوره مبارک آل عمران که خونده شد، یک حبل شناخته شد و یک مرجع اعتصام. فمد من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، یا بعتصمو به حبل الله جمیعا. سنت الهی باید با توحید هماهنگ باشد. یه وقت است که یک آیه با ظاهر آیه دیگر موافق است یا مخالف است، او را ممکنه به عنوان وجه تفسیری بگوییم، بعضی این چینی معنا کردن بعضی اون کنا. اما اگر ظاهر آیه با خط حاکم بر قرآن موافق نبود، این رو باید درست تبیین کرد. هر آیه معمولا دارای احتمالات گوناگونی است که اهل نظر در تفسیرشون بیان می‌کنند، اما بعضی از احتمالات است که با اون اصل حاکم سازگار نیست. ظاهر آیه این است که خدا و مردم کافی هم. با این که خدا هم علیه الله و کافن عبده. بسیار خوب، ملائکه هم در اینجا این چنین هم. و این قانون را خدا گذاشته است، اما دست خدا همچنان باز است، یده مبسوطتان. قانون را خودش وضع کرد و خودش اجرا می کند، نه اینکه او قانون وضع کرد و مدبرات امر اجرا کند، اینطور نیست. او قانون گذاشت، سنت گذاشت که عده ایمان بیاورند و یاری کنند، اما کارگردان کل صحنه کیان اوست. همین کاری که به مدبرات نسبت میدهد، همین کاری که به باد و باران نسبت میدهد. مبادا کسی توهم کند که بادی از یه جا برخاست و ابری را باردار کرد و روانه کرد و این ابر حامل بارش شد و در یه سرزمینی بارید و بعد به وسیله ابر اون گیاها تلقیح شدند و با بارش باران آماده شدند و مزرعه رشد کرد.
همین حرف ها را در بخش از آیات به باد و باران نسبت میدهد. بعد میفهمد منم که زمین را رویانیدم، منم که بادها را جا به جا کردم، منم که ابر را باردار کردم، منم که تلقیح کردم. در این حال که فهمد فتوسی رو صحابم، یعنی اون باد صحاب و ابر را پراکنده می کند. گاهی فهمد که هوالذی یرسلو کذا و کذا، منم که این کار را می کنم، خداست که ابرها را جا به جا می کند، خداست که باران می فرستد. تا مبادا کسی توهم کند که کار به اسباب و علل بسته است و سرانجام سلسله اسباب به خدا منتهی می شود که او سرسلسله است. اینطور نیست، او سرسلسله است، او وسط سلسله است، او در آخر سلسله است، کارگردان کل سلسله اوست، در هر مرتبه به نامی از نامهاش ظهور می کند. پس این چنین نیست که در مقابل حبل الله یه حبل الناسی هم باشد تا کسی به خود اجازه بدهد بگد به نام خدا و خلق قهرمان. این همون شرک است. اگر چنون که در مقابل خدا چیزی باشد دیگر با توحید افعالی حق سازگار نیست. اگر سخن از حبل الله و حبل الناس است، قبلا مسبوق به این اصل کلی است که و اعتصموا بحبل الله جميعا، خطاب به همه، یعنی بیش از یک حبل ندارید. به خود ناسی که تازه اونها هم حبلن، میفهمه شما نسبت به مردم در شرایط خاص حبل به حساب میایید، ولی شما خودتون باید به حبل الله معتصم باشید. این خطاب و اعتصموا که مخصوص به گروه معین نیست، خطاب به همه مردم است. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به خود این حبل ها هم میگوید شما به حبل الله تمسک کنید. برابر این لا حبل الا حبل الله، چون لا اله الا الله. بله، این که اونها که حبل الله هست چون به دین خداست و الله برمیگردد، ولی در نظام توحیدی و نظام تکوین اگر یک کسی کفر ورزی جز جنود شیطان است و شیطان هم زیر پوشش قدرت حق برد اداره میشود. این طور نیست که در دین شیطان در مقابل رحمان باشد، اونطور که منصوب وضعی زرتشتی هاست که شیطان هم نظیر کلب معلم است، یه حساب و کتابی دارد، کجا باید پارس کند، کجا باید بگزد، کجا باید حمله کند، همه مشخص است. این طور نیست که شیطان در مقابل رحمان باشد که در نظام تشریع چرا باید تکوینم تابع است دیگر. گویا نه، تعنه نه، انه است، انهوست، همود هوالذی ایده که به نصرهی للمؤمنی، مستقیما اینا رو وادار کرده که تو را کمک کنن. چطور اگه بارون بیاد، فرمود من در جریان جنگ بدر بارون آوردم، بیا در جریان جنگ احزاب با یه مشت شن مسئله حل کرده مثل جریان تبعز. خب فرق نمی کند، اونی که شن را جا به جا می کند مشکل حل می کند مثل احزاب و تبعز، اون هم دلهای مؤمنین به میشور اومدی کرد. بسیار خوب، اینه که در سوره مبارکه یوسف فرمود که اکثر مؤمنین مشرکن، ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، نفرمود اکثر مردم مشرکن. که یه تقسیم است که مردم دو قسمن، یه عده مشرکن یه عده مؤمن، یه تقسیم. تقسیمی که در سوره مبارکه یوسف است این است که مؤمنین دو قسمن، اکثرشون مشرکن، اقلشون موحد. اکثر مؤمنین مشرکن. اومد از امام علیه السلام سوال میکنن که چطور اکثر مؤمنین مشرکن؟ نمود همین که میگن لولا فلان لحلک تو، اگر این طبیب نبود ما شفا پیدا نمی کردیم.
یا همین تعبیر داشت که اول خدا دوم فلان کس، یه شرکیست در درون انسان با دست شیطان جاسازی شده. اگر کسی به ما احسان کرد بگیم الحمدلله رب العالمین، خدا را شکر که از این راه به ما خیر رسونده. چطور اگه باران آمد میگیم رحمت آمد، چون قرآن از باران به رحمت تعبیر کرد، فرمود بین یدی رحمتهی، فرمود قبل از رحمت باد را مأمور میکند، بین یدی رحمتهی یعنی بین یدی امطارهی. الان مؤمنین میگن رحمت آمد، به جای اینکه بگن باران آمد میگن رحمت آمد. خب چون تعبیر قرآن است که قبل از رحمت باد را مأمور میکند، اگر کسی بینشش این باشد که خدا هست اما ولی، این اما و ولی دیگه با اون توحید سازگار نیست. این همین است که در سوره یوسف فرمود اکثر مؤمنین مشرکند. اما ای کسی بگوید خدا را شکر که از این راه به ما مدد کرد، خدا را شکر که با باران مزرعه را سبز کرد، خدا را شکر که با زید و عمرو مسئله را حل کرد، این توحید است. لذا فرمود هو الذی ایدک بنصره للمؤمنین، نه الیس الله بکاف عبده آسیب میبینه، نه این هو الذی که لسانش حسرست آسیب میبینه. بنابراین اونجا که فرمود حسبک الله و من تبعک، اگر چنون که این من عطف بر کاف باشد که توهمی را ایجاد نمی کند، اگر هم نباشد نظیر الا به حبل من الله و حبل من الناس است که در اصل کلی انسان را آگاه می کند این دوتا در عرض هم نیستند، بلکه این یکی مأمور و امربر دیگری است، اوست که این تناب را آویزان کرده گفت بگیرید. این است. اونگاه در مقابل خدا چیزی قرار نخواهد گرفت. اما سنت در مقابل سان و سنت گذار نیست، سنت خداست. سنت یعنی راه، سنم یعنی طریق. خب سالک این طریق چیست؟ همون سالک این طریق خداست. او پیشا پیش می رود و این قافله نظام هستی را به دنبال می آورد. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست و خدا هم در صراط مستقیم دارد قافله هستی را سیر می دهد. هیچ چیزی در صراط غیر مستقیم نیست و هیچی هم بی جا حرکت نمی کند. این ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، این اصل زمامداری. خب کجا میبرد؟ چجور میبرد؟ ان ربی علی صراط مستقیم، همه رو دارد در راه خودش میبرد. بنابراین این منافقین این کلمه الله را به زحمت گذاشتن. اول که چهره های اینا شناخته شده نبود، اولین بار که یکی از اینها رو یک مقوای ایران نوشته به ما نشون داد، همون اول انقلاب گفتم اون خلق قهرمان را خط بزنید، باورش نشد. ما هم نمیدونستیم اینا چرا باورشون نمیشه. اونگاه اون شرک را میخوان با این آیات توجیه کنن که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. اون شرک خود را میخواد با این آیه تحمیل کنن، وگرنه آیه را با اصل حاکم بر این که آیه 101 و آیه 103 همین سوره از ارجاع بده میبودیم لا حبل الا حبل الله. در قبال حبل خدا که حبل نیست که ذات اقدس اله ما را به اعتصام و امر کند. اون آخر سوره مبارکه رد این است دیگر لیقولن الذین کفروا لست مرسلا، این انکار رسالت. تو دو تا شاهد بیار، قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم یک، و من اندهو علم الکتاب این دو. من دو تا شاهد دارم. اول خدا شهادت داد که من پیامبر او هستم، برای اینکه مهرش و امضاش به دست منه، این مهر اوست، پیام خودش به دست من داد. نک خدا شهید است یعنی میداند، این ترک احتجاج است. یه آدم مظلومی که راه برای اثبات بسته است، وقتی که در خلال حجت حرفش به اثبات نرسید ولو هم ثبوتن هم برفض حق باشد، میگه خدا که میدوند. این خدا میدوند که ختم حجت است نه احتجاج، یعنی ختم مکالمه است.
این پیشنهاده که قاعد مذاکره است خدا میدانه، یعنی به قیامت موکول میشود. این که فرمود کفا بالله شهیدن، این بهبوی احتجاج است. فرمود من دو تا شاهد دارم، یکی الله شاهد است، الله شهادت داد که من از طرف او رسولم. چرا؟ برای اینکه حرفش به دست من داد، میگید این حرف او نیست، مثل این بیاری دیگری هم من عنده و علم الکتاب. اما در مقام احتجاج او باید بپذیرد. خب نظیر این که شما علماتون رو بیارید اونا شهادت بدن تا کافی باشد، برای مؤمن کافی است، اما برای یک معاند باید کسی که عنده علم الکتاب است اون هم برابر کتابشون شهادت بدهد. بنابراین چیزی در مقابل حبل الله نیست که انسان به او تمسک کند. لذا می شود الا به حبل من الله و حبل من الناس، چه تشریحش بشه تکوینش باید به اون اصل کلی توحید هماهنگ باشه. مطلب بعدی این بود که فرمود ذالکه به انهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالکه ما عصوا و کانوا یعتدون، که این دومی دلیل است نه دلیل اون مدعا که بحثش گذشت. و این تعبیر یقتلون الانبیاء و غیر حق که در سوره مبارکه بقره و سایر موارد یقتلون نبیین به غیر حق و مانندان آمده، گرچه قید توضیحی است، چون قتل انبیاء نمی شود به حق باشد، حتما ناحق است، گرچه به این معناست که اونها عالمن آمدن دست به این تباهی زدن، اما برای تثبیت مطلب می فرمان به این که این وصف لازم قتل انبیاست. یه وقت از انسان می گوین ایتینی به اربعت زوجا، چارتایی که جفت است بیا، این می گن قیل توضیحی برای توضیح مطلب گفتش. یه وقت نه، منظور قیل توضیحی نیست، بیان یک دقیقه عقلی است، با این است که این زوجیت محال اربعه را رها کند، این وصف لازم است برای آن است نه برای توضیح مطلب. این است در قرآن کریم در موارد آمده، یکی در پایان سوره مبارکه مؤمنون است، در آیه پایانی یعنی آیه 117 سوره مؤمنون این است که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما، این فانما جواب است برای اون من یدعو، این لا برهان له صفت است برای اله آخر، یعنی اله دیگر لازمه ضروری او اینه که دلیل ندارد، مثل اینکه لازمه ضروری اربعه اینه که فرد نیست، لازمه ضروری شرک بی دلیل بودن است. و من یدعو مع الله اله آخر کلا برهان له به، این لا برهان له به صفت است برای اله آخر، خدای دومی که دلیل بردار نیست. این نظیر این که عربه ای که فردیت نمی‌پذیرد. اینجا فرمود قتلون الانبیاء بغیر حق، قتل نبی حق نخواهد بود، مثل اینکه شرک برهان پذیر نیست، مثل اینکه اربعه فردیت پذیر نیست. برای این نکته است که نوعا وقتی قتل انبیاء ذکر می شود این کلمه بغیر حقین یا بغیر الحق با الف لام ذکر می شود. مطلب بعدی آن است که فرمود لیسو سواعا من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل به هم یسجدون. ملاحظه فرمودید نوع این مفسرین بزرگوار این چی معنا کردن که عده‌ای از اهل کتاب، حالا یهودی و مانند آن، اسلام آوردن، احبار و رهبانهای اونها گفتن به این که اینها شرار ما بودن که ایمان آوردن و جز اخیار ما نبودن، آیه نازل شد که نه، اینا که ایمان آوردن این فضائل هشتگانه را دارن و من از صالحینم. این یه چیزیست که نوع بزرگان تفسیر این رو بیان کرد. خب اون چرا که این بزرگان فرمودن
این البته مطلبی است حق، یعنی اگر گروهی از اهل کتاب ایمان می آوردن یا آوردن و اگر احبار و روحبانشون در باره اینها بدگویی کردن و گفتن اینها جز شرار بود، قرآن می تواند بگوید که نه، اینها جز شرار نیستن، اینها دارای اوصاف سمانیان و من الصالحین. اما این با ظاهر آیه هماهنگ است که بفرماید همه اهل کتاب یکسان نیستن، بعضیشون اسلام می آورن. اگر اسلام آوردن که دیگر اهل کتاب نیستن که. ظاهرش این است که همه اهل کتاب با داشتن این وصل اهل کتاب اینا یکسان نیستن، نظیر اون که در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، قبلا در آیه 75 این سوره گذشت، فرمود گرچه در باره اهل کتاب سخنهای فراوانی رفته است اما همه اینها یکسان نیستن. و من اهل کتاب من این تأمنهو به دینتارین یعده الیک و من هم من این تأمنهو به دینارین لا یعده الیک و لا ما دمت علیه قائما. بعضی اهل کتاب هستن که اگر مال فراوانی به اونها امانت بدید اینا خیانت نمی کنن. برخی از اهل کتاب هم اگر یه دینارم به اینها بدید اینا خیانت می کنن. این حقشناسی این نژاد است با حفظ ملیتشون، یعنی همه اهل کتاب یکسان نیستن، بعضی خوبن بعضی بدن. این آیه محل بحثم که می فرماید لیسو سواهم، آیا نظیر همون آیه قبل می خواهد بفرماید که اهل کتاب دو صنفن، یا هم معنی رو که خیلی از بزرگان ذکر کردن اون را تفهیم می کند؟ اگر اون معنی رو که خیلی از بزرگان فرمودن تفهیم کند، با ظاهر لیسو سواهم من اهل کتاب امتون قائمه همه این نیست، یعنی همه اینا یکسان نیستن، بعضی از اینا ایمان آوردند و مسلمان شدند و خوب شدند، این منظور. اونگاه تعبیر من اهل کتاب نظیر اون مشتقاتی که این قضا انه المبدع خواهد بود، یعنی اینهایی که دارای اوصاف هشتگانه اند و من الصالحین سابقا اهل کتاب بودند. بعضی از کسانی که سابقا اهل کتاب بودند اسلام آوردند و در اثر اسلام و پیدایش این اوصاف من الصالحین شدند. البته این معنا هم تا حدودی رواست، چون که آیه 110 همین سوره او را تأیید میکند که فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. فرمود اگر اهل کتاب ایمان بیاورند برای ما خیر است، اما بعضی از اینها مؤمنند و اکثرشون فاسقند، یعنی بعضی از اینها به قرآن ایمان میآورند و اکثری اینها حس میورزند و حاضر نیستن ایمان بیاورند. برابر اون آیه این لیس سواهم به همین تفسیری که معروف بین بزرگان است تبیین میشود. اما نظیر اون آیه و من اهل کتاب من این تأمنه به دینتارن یعدی الیک و من هم من این تأمنه به دیران لا یعدی الیک، معلوم شد که نه، همه اهل کتاب یکسان نیستن، بعضی ها در این حال که اهل کتابند اوصاف فراوانی دارن به من از صالحینن. البته این معنا با اینکه اگر کسی به شریعت منسوخ عمل بکند اهل صلاح و فلاح نیست هماهنگ نیست، که حالا توضیحش باید به روز بعد باگذار بشه. الحمدلله رب العالمین.